الهام زاکری میگوید میبینید که امیر خیری به خاطر ضربات قادر به راه رفتن نیست. او چند ساعت بعد فوت میکند به خاطر اینکه امداد نرسید، به خاطر اینکه پزشکی نبود. تلویزیون آرته فرانسه در گزارش خود به قرارداد مجاهدان اشرف و نیروهای آمریکایی برای حفاظت از اشرف می‌پردازد و سپس با یکی از مجاهدان اشرف گفتگوی تلفنی به عمل می‌آورد. این تلویزیون می‌گوید در 2003 ایالات متحده کنترل کمپ را در مقابل اینکه مخالفین رژیم تهران پذیرفتند خلع سلاح شوند به عهده گرفت. اما در ماه می گذشته آمریکایی‌ها از کمپ خارج شدند و اهالی را بدون دفاع رها کردند. دولت عراق آشکارا تصمیم گرفت که رژیم ایران را خشنود کند و حکومت تهران شرایط خودش را دیکته کرد که کمپ اشرف باید نابود شود. آن طرف خط تلفن ثمر حلوایی صحبت می کند که یک ایرانی است که به فرانسه صحبت می کند. او با والدینش در کمپ زندگی می کند. ثمر حلوایی می گوید ما بیم یک حمله وحشتناک دیگر را داریم. احتمال قوی وجود دارد که یک جنایت علیه بشریت برای بار دوم واقع شود، چرا که این نیروها هنوز حضور دارند. چهار طرف اشرف توسط نیروهای عراقی اشغال شده است. به طور مثال خودروهای مواد غذایی را نمیگذارند که وارد اشرف بشود. آنها نمیگذارند خبرنگاری وارد شود. تلویزیون آرته فرانسه در ادامه گزارش خود می‌افزاید ده‌ها تن از اهالی اشرف یک اعتصاب غذا شروع کردند تا به جامعه بین‌المللی نسبت به سرنوشت خود هشدار بدهند. آنها می‌خواهند که آمریکایی‌ها کنترل کمپ را مجدداً به دست بگیرند. گزارش تلویزیون آرته درباره جنایات صورت گرفته شده در اشرف در بخش‌های آلمانی زبان این تلویزیون نیز پخش شد.